سلام حسین هاشمی هستم به کلاس من خیلی خوش اومدی میخوایم بریم سراغ ویدیو دوم درس اول تو قوانین حرکت نیوتون قانون اول که با همدیگه صحبت کردیم که همون خاصیت لختی هم زبان دیگه قانون اول نیوتون بود قانون دوم نیوتون رو تو این ویدیو میخوایم بریم سراغش رو با همدیگه صحبت بکنیم قانون دوم نیوتون خیلی از بقیه قوانینش بیشتر ازش سوال میاد هم تو کنکور هم تو امتحان نهایی مهمتره یه مقداری قانون دوم نیوتون داستانش چیه فرمول خیلی ساده است F برابر با MA درک این فرمول نیازمنده چیه این که تو قشنگ چیزی که معلوم میگم رو درک بکنی خوب باید دقت کنی چی میگم ببین داستان چیه میگه آقا اگر به جسمی بیاد نیروی خالص F وارد بشه این F نته نیروی خالصه برایند همه نیروهای و جرم اون جسم ام باشه مثلا دو کیلو سه کیلو هر چیزی جسم شتاب آر میگیره مثلا شتابش میشه یک دو سه هر چیزی مثلا فرض کن یک جسمی ما اینجا داشته باشیم یک نیروی این سمتی بهش وارد بشه 20 یک نیروی این سمتی بهش وارد بشه مثلا فرض کن دوازده جرم جسم اونم باشه دو کیلو گرم حالا شتابش چی میشه میگیم آقا طبق همین فرمول اف نت برابر میشه با ام آ. خیلی از دانش آموزا توی نوشتن افنت مشکل دارن نیروی خالص ببین وقتی میخوای نیروی خالص رو بنویسی باید مشخص کنی برای راستای محور X داری مینویسی یا محور ایگرک. الان تو این سال نیروهای من در راستای کدوم محورن در راستای محور X هن دیگه درسته این میشه محور X این هم که میشه محور ایگرک. نیروها چون در راستای محور X جسم من هم در راستای محور X حرکت میکنه یه بال در نمیاره پرواز کنه بره در راستای محور Y دیگه درسته؟ پس هدف از این سوال چیزی که طراح پرسیده اینه که شتابش در راستای محور X چیه؟ ولی نمیاد اینو بگه تو خود باید بفهمی دیگه مشخصه که داره به سمت راست یا به سمت چپ حرکت میکنه خب پس F تو اول باید مشخص کن در راستای کدوم محوره که میشه محور X حالت دوم مرحله دوم باید مشخص کنی چه نیروهایی در راست محور X مثبتن چه نیروهای منفی هر نیرویی که روش به سمت راست بود میشه مثبت هر نیرویی که روش به سمت چپ بود میشه منفی خیلی بازه پس آقا این 20 که اینجا هستش میشه مثبت این 12 ای که این سمتیه میشه منفی چرا چون 20 روش به سمت راست 12 روش به سمت چپ پس اف خالص رو باید بنویسم مثبت 20 منفی 12 همین چیزی که به همین سادگی بهت میگم تست کنکور هم میریم اون پیچیده هاشم با همینا حل میکنیم مساوی میشه با جرممون دو ضرب در شتاب 20 منهای 12 میشه 8 این برابر میشه با دو تا آ. پس آ برابر میشه با 4 متر بر مجذور ثانیه به همین راحتی حل میشه این میشه قانون دوم نیوتن تموم شد حل میشه سختی نداشتی حالا این صورت سوال بخونیم میگه یک نیوتون برابر است با مقدار نیروی خالصی که به جسمی به جرم یک کیلوگرم شتابی برابر یک متر بر مجدور ثانیه میده همین F مساوی MA این F یک نیوتون اگه بذاری امش میشه یک کیلوگرم شتابش میشه یک متر بر مجدور ثانیه یک نیوتون نیرویی که به جسمی به جرم یک کیلوگرم شتاب یک متر بر میزور ثانیه میده تعریفشه میگه در شکل های زیر قطع یخار روی سطح افقی بدون استیک قرار دارن استنباط خودتون رو توضیح بدین اول میرم سراغ این سمت راستی ها کلا از بالا به پایین چک میکنم جرمش M بوده M M پس جرم که عوض نشده فرمول می, می F net نت میشه MA جرم ثابت اومده چه اتفاقی افتاده برای نیرو این اف یکش یه مقداری f دو اومده بلندتر کشیده f سه رو بلندتر کشیده پس یعنی داره میگه نیرو داره زیاد میشه خب نتیجه چی شده شتاب اینور کوچیک بوده بزرگتر شده بزرگتر شده در نتیجه وقتی اف زیاد میشه شتاب چی میشه چه اتفاق براش میفته بیشتر میشه افزایش پیدا میکنه این شتاب رو یه مقداری به نظرم تو این شکل مساوی کشیده که اشتباه این باید اینجوری بکشه این دیگه اشکال اون بند خدا بود وقتی نیرو رو اونور زیاد میکنه شتاب هم باید افزایش پیدا کنه که این شتاب رو درست نکشیده درست شد نیرو که زیاد میشه شتاب هم باید زیاد میشه خب بریم سراغ شکلای سمت چپ سمت راستی و پس اون شتاب باید بلندتر میکشید که حالا اشتباه چاپی بوده بریم سراغ این سمت چپی ها ببینیم داستان اینا چطوریه دوباره این فرمول رو من پاک کنم پس اگه آقا جرم ثابت باشه وقتی نیرو زیاد میشه هم زیاد میشه این که شکل سمت چپ نیا کن اومده نیرویی که کشیده مقدار طول نیرو در هر ستایی برابر حالا تو سومی که خودش رو یک کم آورده عقب ولی اندازه طول نیرو ثابت پس توی شکل سمت چپی این نیرو مقدارش ثابت حالا شکل دقیق و درستش تو کتاب هستش تو کتاب درسته جد کتاب میتونی از اونجا نگاه بکنید دوباره نیروی ثابت جرم ببین از اون بالای بالا این یه جرم کوچیلو داشته بعد اومده جرمه چی شده؟ بزرگ شده پس مقدار جرم و افزایش داره میده وقتی جرم داره زیاد میشه شتاب نگاه کن چه اتفاقی بر شتاب داره میفته شتابه یه یعنی مقدار زیادی بوده داره کم میشه که طبیعی هم هست وقتی نیرو ثابت باشه جرم زیاد بشه شتاب کم میشه چون تصاوی میخواد برقرار باشه بسیار همین فرمول داره دقیقت به اون توضیح میده سوال شما سه. میگه نیروی موتور یه قایق موتوری که جرمش با سرنشین کلا با هم دیگه 400 کیلوه به گونه تنظیم میشه که در بازه زمانی معینی همواره نیروی افقی خالص 800 نیوتن به طرف جلو به قایق وارد بشه میگه آقا این نیروی خالش خالصش به سمت جلو 800 نیوتونه حالا سوال اگر نیروی پیشران 1400 نیوتن باشه نیروی مقاومت در اون لحظه چقدر میشه ببین فرمول خیلی مشخصه دیگه F نت برابر میشه با ام آ در نتیجه این F نت در راستای محور X دارم می سم. چون هدف سال در راستای محور X نیروهایی که رو به سمت راستن مثبت نیروهایی که رو به سمت چپ هستن و منفی میسم F پیشران چون به سمت راست مثبت مثبت F پیشران اف مقاومت چون به سمت چپ هست منفی پس منفی اف مقاومت برابر میشه با ام آ. خودش گفته مقدار نیروی خالص افقی همیشه 800 نیوتونه پس اینا رو بردارم مساوی 800 بنویسم 800 نیوتن اف نت دیگه ف نت خودش گفته همیشه 800 پس اف پیشران منهای اف مقاومت همیشه باید بشه 800 حالا گفته اگه اف پیشران 1400 باشه مقاومت چنده خب بذاریم میذارم 1400 خیلی آسونه که اف مقاومت مساوی میشه با 800 پس از اینجا اف مقاومت برابر میشه با 1400 منهای 800 چی میخواد بگه تو این سال به من میخواد بگه که اون اف نتی که ما تو این فرمول میذاریم نه اف پیشرانه و نه اف مقاومته بلکه اف نت خالصه یعنی برایند اون دو جوخ فکر نکنی افی که تو فرمول میای میذاریم اف پیشرانو رو میذاریم یا اف مقاومت رو میذاریم نه افی که تو فرمول میذاریم اف براینده این خیلی هم مهمه انقدر دیدم دانش آموزا میان اف پیشرانو رو میذارن توی فرمول میگن آقا اف مای مساوی ام آ نیست اف پیشران رو نگاه میکنه مثلا 1400ه، می 1400 میذاره 1400 مساوی ام بعد میره شتاب پیدا غلط این افی که تو این فرمول ما میذاریم این اف خالصه اف نته اف براینده اول باید نیروها تو سرکله هم همدیگه بزنن برایندشون پیدا شد بعد بذاری تو فرمول حالا چی میخواد به؟ میگه شتابش چقدره؟ خب وقتی اف رو دارم دیگه پیدا کردن شتاب که دیگه کاری نداره اف نتو گفته خودش 800 پس ببین پیشران نمیذارم مقاومت نمیذارم خالصشو میذارم جرمشو گفته چقدر 400 ضرب در آب از شتابش میشه دو یک تمرین کتاب درسی فوقلاد عالی ولی که مطلب رو درک کنیم <applause> میگه که شکل روبرو رو نیروهای وارد به توپی به جرم 14 کیلوگرم و توی بالاترین نقطه مسیرش داره نشون میده اون بالا بالا اینجا تو نقطه آ نیروها رو داره نشون میده چه نیروهایی داره بهش وارد میشه من اینجا دوباره بکشم بزرگتر باشه میگه آقا یک نیروی 4 نیوتن به سمت پایین یک نیروی یک نیوتن هم به سمت چپ این یک نیوتونه اسمش F1 این چهار نیوتون هم اسمش F2 خب دو تا نیرو حالا میگه بیا بردار شتاب توپ رو بر حسب بردار های یکه بنیس گفتم به وقتی بردار یکه رو صحبت میکنه نصف دانش آموزا ریزش میکنه تو اهل سوال دیگه بردار یکه وای چه چیز پیچیده ای آقا بردار یکه چیز خاصی نیستش وقتی میگی در راستای محور x یه آی میذاری وقتی در راستای محور y یه j میذاری تمام همین میشه بردار یک اصلا چیز پیچیده ای نیستش گندش نکنی برای خودت خب حالا ما میخوایم بریم چیکار کنیم میخوایم بریم شتاب پیدا کنیم فرمول رو مینویسیم f نت برابر میشه با m a حالا f ما به جایی که در یک بعد باشه در دو بعد هم در راستای محور x داریم هم در راستای محور y داریم پس شتاب ما به جایی که در یک بود باشه در دو بوده هم در محور ایکس هم در محور ایگرگ پس بیم اینجوری شتاب محور ایکس رو پیدا کنیم شتاب محور ایگرگ رو هم پیدا کنیم جداگانه من اف رو برای مساوی ام آ مینسم برای محور ایکس برای محور ایکس نیرویی که داره وارد میشه چقدره اینو پاک بکنم اینجا علامت شو بزنم این نیرویی که داره محور ایکس وارد میشه دیگه درسته مثبت یک ننویسی ها روش به سمت چپه پس نیرویی که داره در محور ایکس بهش وارد میشه میشه منفی یک نیروی دیگه ای هست؟ نه خب پس تموم شد همین دیگه جرمش چقدر؟ چارده هم زب در شتاب پس شتابش میشه منفی یک تقسیم بر چهارده هم چهار ده هم یا میشه منفی ده چهار یا منفی دو هنی متر با مجزور سانی این سخت نبود بریم سراغ محور ایگرک محور Y دوباره F مساوی MA حالا نیروهایی که در راستای محور Y چیه؟ مثبت چاره یا منفی چاره؟ منفی چاره چرا؟ چون روش به سمت پایینه اگه روش به سمت بالا بود میشد مثبت چاره پس اینم که سخت نیست منفی چار مساوی با چهار دهم a. آ پس انجام که شتاب میشه ده منفی ده یعنی ده متر بر مجزور ثانیه دو تا شتاب پیدا کردم یکی برای محور X یکی برای محور Y حالا گفته بیا اینو به صورت بردار یکه بنویس اینجا آ رو میزید. یه علامت بردار بالا سرش میذاریم مساویه محور ایکس چقدر منفی 2.5 میگی منفی دو نیم حالا یکاشو میشه بذاریم یا نذاریم منفی 2.5 در اصل محور آی محور ایگریک ای چقدر دهه منفی ده در اصل محور جه این میشه به صورت بردار یک سخته پیچیده است نه دیگه آیا جدا پیدا کردم جی جدا پیدا کردم بعدش هم اومدم اونجور نوشتم این خیلی ساده است فقط دو تا نیروی اف 1 که هم آی داره هم جی داره دیگه بازیشو بلده از آی جی قرار نیست بترسی و اف 2 به یه ذره وارد میشه این ذره با سرعت ثابت حرکت خودش ادامه حرکت میکنه سرعت ثابت چم گفته 3 تا آی 4 تا جی بگی اشکال نداره به که یه بود باشه دو بود خب باش چیز پیچیدگی نداره مگه که تو بخوای سختش بکن اون قضیهش فرق کن میگه در این حالت نیروی F2 کدام است من میرم سراغ فرمولم سوال شاید ظاهرش پیچیده باشه وقتی من فرمولم رو بنویسم مسیر برام بازه میشه میگم آقا مگه فرمولم نیست F مساوی MA مگه این نمیگه سرعت ثابت پس وقتی میگه سرعت ثابت یعنی شتاب صفر دی پس یعنی نیروی خالص من صفر دیگه پس یعنی نیروها متوازنن دیگه یعنی نیروها دارن اثر همدیگر رو خونسا میکنن دیگه پس اگر اف یک اینجوریه اف 2 باید دقیقا اثر اینو خونسا بکنه پس اف دو دقیقا قرینش میشه منفی تا آی به علاوه تا جی با اون خونسا کنه دیگه چرا چون شتاب ندارم از کجا فهمیدم سرعت ثابته ببین پیچیده بود سخت بود نه هیچ کدومش نبود به یک کم دقت میخواد سوالا رو گذاشتم برای همین جوابش گزینه 4 بریم سراغ سوال بعدی سوال شماره 6 تست کنکور خیلی مهمی هم است میگه اگه نیروهای وارد بر جسم جسم در حال حرکت متوازن باشن یا برایندشون صفر باشه کدوم گزینه درسته طبق همین فرمول F مساوی با MA وقتی نیروها متوازنن یعنی این F که F نته چیه؟ چند صفره نیروی متوازن نیروی خالصشون میشه صفر پس وقتی این صفره یعنی MA صفره MA جرم که نمیتونه صفر باشه پس یعنی کی صفره؟ شتاب صفره شتاب که صفره یعنی سرعت ثابته شتاب صفر ای این سرعت ثابته میشه گزینه یک سرعت جسم ثابت میمونه حالا گزینه دیگه رو ما هم دیگه بررسی کنیم گزینه دو میگه حرکت جسم با شتاب ثابت دیگه همینجا خراب دیگه چون میگه شتاب داره شتاب نباید داشته باشه چون متوازنن این نیروی خالص صفره یعنی شتاب صفره سه مسیر حرکت جسم ممکنه دایره یا سهمی باشه این داستانش چیه ببین سرعت دو تا مؤلفه داره یکی اندازه یا عدد یکی جهته. اندازه مثلا سرعت بگیم دو متر بر, ثانیه مجر... است یا دو مثلا شده سه سه شده مثلا منفی یک این اندازه اگر تغییر کنه یعنی حرکت ما شتاب داره جهت هم میتونه جهت سرعت چون میدونید سرعت یک کمیت برداریه دیگه جهتش به سمت شمال باشه بعد بشه به سمت شرق جهت عوض بشه سرعت چه اندازش عوض بشه چه جهتش عوض بشه شتاب به وجود میاد زمانی شتاب صفر که نه اندازه سرعت عوض بشه و نه جهت سرعت عوض بشه یه مثال ساده اینجا برات بزنم که فقط یه درکی نسبت به قضیه داشته باشی اندازه رو که خب همه دانش بلدن اما داستان جهت چیه مثلا فرض کن سرعت اینوری بوده دو متر بر بشه این سمتی دو متر بر یعنی یک کم به چرخه عددش ولی عوض نشه حالا شتاب داری یا نداری بله شتاب داری چرا چون جهت سرعت عوض شده ای آقا عددش که عوض نشده که دو که دو مونده بمونه سرعت دو تا معرفه داره هم عدد هم جهت هر کدوم عوض بشه شتاب به وجود میاد حالا اون که چتاب این جهت عوض بشه چی میشه و اینا بحثش اینجا نیست پس این که داره میگه مسیر حرکت جسم میتونه دایره یا سهمی باشه غلطه چرا چون جهت سرعت داره عوض میشه داره شتاب به وجود میاد و ما میدونیم اف خالصش صفره یعنی شتابش صفره چهار گفته سرعت جسم در مسیر کاهش پیدا می‌کنه نه دیگه سرعت نباید اندازش هم نباید عوض میشه. هفت فرض کن یه جسم می‌داری نیم کیلوه دو تا نیرو داره بهش وارد میشه یه اف 1 که سه و منفی چاره یک اف دوی که منفی دو تا اف یکه حالا بیا بزرگی شتابش رو پیدا کن دوباره فرمول میمیزم ولی سوال هر چقدر صورتش بخواد پیچیده باشه برای من اهمیتی نداره چرا چون من راه حل مسیر رو بلدم نری تو دل سوال خودتو گم بکنی بگی سوال چقدر پیچیده است برو سراغ حلت حل چیه میگم آقا نیروی خالص برابر میشه با ام آ نیروی خالص میشه جمع همه نیروهایی که دارم اف یک دارم F2 هم دارن باید با هم دیگه جمع بکنن F1 حالا فعلا مقدارش رو نمی نمیسم F2 رو خودش گفته چی بذار؟ منفی دو تا F1 بذار دیگه پس می منفی دو تا F1 خب یه چیزی منهای دو تای خودش میشه چی؟ میشه منهای خودش F1 منهای دو تا F1 میشه منفی F1 پس ببین نیروی خالص رو الان من اومدم اینجا پیدا کردم میشه چی؟ منفی F1 که این میشه چی؟ F1 رو که مقدارش رو بهت داده یه منفی توش زرب کن تو کدومش؟ تو آیا جی جفتش دیگه چون منفی مال کل F1 پس F خالص میشه منفی 3 تا آی چون نگاه اینجا مثبت بوده به علاوه 4 تا J منفی بوده یه منفی توش زرب شده شده مثبت تو جفتش منفی زرب کردم پس اینجا اف خالص رو بنویسم آقا اف خالص یا اف نت برابر شده با منفی 3 آی به علاوه 4 جی که این برابر میشه با چی؟ ام آ نیار پاک بکنم این مساوی میشه با ام آ حالا گفته برو شتاب پیدا کن اینجا رو دقت کن میخوام به دو تا راه حل بگم جفتش خوبه جفتش هم قشنگه باید ببینی که کی کدومش نیاز داری استفاده کن ببین من دو مدل میتونم شتاب رو پیدا بکنم حالت اول بیام بگم برای محور X شتاب جدا حساب میکنم برای محور Y شتاب جدا حساب میکنم خب بریم حساب کنیم برای محور X شتاب چی میشه F مساوی MA فقط F رو می که مال محور xه. که چنده منفی سه هستش جرم شنده نیم زب در آ پس شتاب محور ایکس هم برابر میشه با چی؟ میشه منفی سه تقسیم بر یه دوم میشه منفی 6 متر بر مجزور ثانیه. قبول؟ خب برای محور ایگرگم دوباره میگم F مساوی MA نیروی محور Y چنده؟ مثبت چهاره مساوی نیم در آ پس شتاب محور Y برابر میشه با مثبت 8 متر بر میزور ثانیه 4 رو تقسیم بر نیم بکنه میشه 8 حالا ببین من دو تا شتاب پیدا کردم یکی برای محور x یکی برای محور y بذار اینجا بنویسم آی محور x منفی 6 آی محور y مثبت 8 اینا رو پاک بکنم خب سوال میتونه از من دو جور سال بپرسه یکی این که به من بگه برو بردار شتاب رو بنویس وقتی میگه بردار شتاب منظورش اینه که اینجوری بنویسم بگم بردار شتاب برابر میشه با منفی 6 تا آی مثبت 8 تا جی این میشه بردار شتاب خوب دقت کن یک کمیت برداری رو حالا آره چه شتاب چه سرعت هر چیزی اگه بگه بردارش رو بنویس بر حسب بردارهایی که که میشه اینجوری اگر بیاد بهم بگه این کلمه های جادویی رو دقت کن اندازه بزرگی مقدار هر کدوم از این ستاره بگه فرقی نمیکنه اینجا گفته کدوم اینجا گفته بزرگی اگر بگه بزرگیشو پیدا کن یا اندازه یا مقدارش رو پیدا کن باید اینجوری کنیم میگیم آقا اندازه آ یا بزرگی یا مقدارش آ بدون بردار هم میتونیم اینجوری برابر میشه با اون قسمتش که در راستای محور ایکس به توان دو به علاوه اون یکی قسمتش که در راستای محور ایگرگ به توان دو یعنی میشه 6 به توان دو تو این سال ما 8 به توان دو که میشه 10 متر بر مجزور ثانیه عددش رو پیدا کردم دیگه به آی کاری نداره این میشه برایند آی جهش. پس شتابم اگه میگه بزرگی چقدر اندازش چقدر مقدارش چقدر میشه ده اگه بگه جدا جدا میگیم آقا منفی 6 تا آی 8 تا جی اگه بگه یک جا بگو برایندش رو بگو میگم 10 حله حل پس اول شتاب محور ایکس رو پیدا کردم بعد شتاب محور ایگرگ رو پیدا کردم و بعد برایند گرفتم حالا میتونستیم یه کار دیگه هم بکنیم چه کار؟ به جای اینکه برم شتاب محور ایکس رو پیدا کنم بعد شتاب محور ایگرگ بعد برایند بگیرم میتونم بیام اول برایند نیرو رو حساب بکنم اگه بخوام برایند نیرو رو حساب بکنم چی میشه؟ میشه سه به توان دو به علاوه چهار به توان دو هر وقت بگه برایند چون این دوتا آیوجه بر هم عمودن برایندشون میشه رابطه فیساغورس که میشه مسلس سه چهار پنج میشه پنج نیوتون حالا میام تو این فرمول افنت مساوی ام آ قرار میدم به جای افنت دیگه میذارم پنج به جای جرم میذارم نیم در آ اینجا آ به دست میاد در متر بر مجور ثانیه پس میتونم اول برم آی ایکس آی گرک پیدا کنم برای... بعدش برایند بگیرم میتونم اول بیام اف خالص و برایندشو بگیرم بعد برم شتاب برایند رو پیدا کنم چه سر به کلا چه کلا به سر فرق نداره گرفتی هر جفتشو الان به یاد دادم دیگه جسمی جرمش 5 کیلوگرم سه تا نیرو روش اثر میکنه اف یک هر دوتا معلفه آی جی داره اف دو هم داره اف سه رو به ما نگفته چیه گفته شتابش میشه این مقدار حالا بیا برو اندازه نیروی اف سه رو پیدا کن ببین کدومه خب چه کار کنیم؟ میگیم آقا اف نت ما برابر میشه با ام آ قبوله؟ پس اف نت ما برابر میشه با جرمش که پنجه در آ که منفی 4 آی علاوه 3 تا جی پس اف نتمون میشه منفی 20 تا آی علاوه 15 تا جی قبوله اف نتمون از یک سم میشه f 1 علاوه f 2 علاوه f 3 آیاش رو جدا حساب می‌کنم جی اش جدا برای محور x. f 1 محور x شنده منفی 15 F2 محور X شنده منفی 21 F3 هم که به من نداده مجهول میذارم میذارم X جمع اینا ها شده چند؟ اینجا دارم دیگه منفی 20 منفی 20 پس از اینجا X برابر میشه با چند؟ حساب کنم منفی 15 و یک منفی 21 میشه منفی 36 برون می مصبت سی و میشه مثبت 36 از 20 کم بشه Xش میشه 16 این که از اون برای محور X نوشتم پیدا کردم برم برای محور ایگرگ بنویسم برای محور ایگرگ باز دوباره رو پاک بکنم نم پاک بکنم برای محور ایگرگ اف یک مثبت هشت اف دو مثبت نوزده اف سه رو ندارم مشهول میذارم مثلا ایگرگ اسم دیگه حالا هر هرچی دوست داری میتونی بذاری مشهول تو مساوی چند شده برای اند نیروها شده پونزده اینم هم پونزده در نتیجه این 8 19 و 8 میشه 27 بره اون میشه منفی 27 کم بشه میشه, میشه منفی 12 پس این هم میشه منفی 12 خب پس نیروی F3 من پیدا شد این آش این پاک بکنم نیروی F3 ببین چی شد شد 16 تا برای محور X یعنی I منهای 12 تا برای محور Y یعنی J حله؟ خب آیا شمی اینکه تو گزینه هیچ کدوم از اینا نیست به خاطر که نگفته بر حسب آی چی گفته باز کلمه جادویی گفته اندازش چی یعنی با چیکار کنی برایند بگیری چطوری میگی اندازه اف میشه 16 به توان دو به علاوه 12 به توان دو <تصفح> چون تو این نیروها کلا تو فصل دینامیک ما با این قضیه خیلی سر کار داریم برای گیری و یه تکنیک هم برای برایند گرفته همینجا به دیاد بده خب دوازده به توان دور خیلی بلدن حفظن ولی 16 به توان دور رو که بلد نیستی سر جلسه امتحان یا کنکور اینا خب اذیتی داره دیگه داستان داره چیکار کنیم یک راه خیلی راحت برای حساب کتاب مثلا 10 به توان داشته باشی که خیلی کمکت میکنه بیا نگاه کن ببین جفت این دوتا جمله چه عددی بخش پذیره چی مشترک مثلا 16 به 4 بخش پذیره دیگه درسته 12 هم به 4 بخش پذیره قبوله پس بیا 4 رو کلا بیار بیرون توان دو نه فقط خود هم عددی که بخش پذیره کلا بیار بیرون حالا 16 اگه 4 بخش پذیر تقسیم بکنی 4 رو ازش بگیری چی میمونه 4 4 تا میشه 16 تا دیگه پس 4 به توان 2 میمونه دوازده اگه چهار از دلش بگیری چی میمونه سه میمونه دیگه چون سه چهارتا میشه دوازده تا پس این هم میشه سه به توان دو اینم هم که مسلس سه چهار پنجه پس برابر میشه با چهار زب در پنج برابر میشه با بیس نیوتون جواب هم میشه گزینه دو این هم برایندگیری تکنیک راحت آقا دو تا نیرو F یک F دو رو نهد مچهول به یک جسمی یک, اون... یک کیلوگرمی وارد میشه شتابش رو به داده گفته F دو رو برو پیدا کن دوباره میگم که جناب اف نت برابر میشه با ام آ. پس در نتیجه اف نت برابر میشه با جرم که هستش یک کنیم زب در شتاب که دو تا آی داره چهار تا جی داره که برابر میشه با دو تا یک میشه سه تا آی چهار تا هم که میشه شش تا منفی شش تا جی پس این میشه نیروی خالص اف نت از اون طرف این اف نت میشه ترکیب F1 به علاوه F2 خودش گفته دیگه نیروی دیگه که نداده اگه داده باشه قبلی خب F3 را هم میاریم تو باز F1 به علاوه F2 شده 3 آی من های 6 جی بیا میمیسم 3 آی من 6 j نیرو خالص شده این 3 آی من های 6 j خب F1 رو که داده بیا میمیسم دیگه نمیرم جدا جدا X و Y همینجا یه هایی میمیسم دیگه هم میتونی جدا جدا بنیسی هم میتونی با هم بنیسی به علاوه F2 خودش سه تا آی منهای 6 تا J پس در نتیجه F2 برابر میشه با سه تا آی دو بر بره اونور کم بشه میشه یه دونه آی منفی 6 تا J مثبت 5 تا میشه منفی J میشه آی منهای J تمام شده رفت گزینه دو پس کل این ویدو کل این سالهایی که با هم دیگه حل کردیم میشه چی؟ فرمول F مساوی MA قانون دوم نیوتون از قوانین نیوتون فقط یک دونه دیگه مونده مرسی سپاسگزارم تا انتهای ویدیو هم همراه من بودی